سلام به بر و بکس این کس چرا بحثه؟ میخوام راجع پسربازی بپرسیم. راجع پسربازی چه پسری خوب؟ نه اولا من از دختره جک و جندز شنیدم، یعنی توی پلی بوی جک و جندز، حالا بشیم چی میگن؟ هنر پورن ستار. من دختره چیز شنیدم، نه بابا اینو کلا دیگه یوتیوب بنمون میکنی حرف رو بزنیم. سایز مره. خب درسته. نه میگن نداره اتفاقا. چی میگن؟ سایز اهمیت نداره. نه که میگن سایز اهمیت نداره، میگن سایز بزرگو دوست نداریم. میگفتن که سایز بزرگ چیز عقب مونده است اصلا. ببین من خیلی اینوسنت تر از اون چیزی هم که تو بخوای کانورسیشن با من تو پادکست داشته باشی. بیا راجع به دیت حرف بزنی. خب آره، ولی من میخوام اینو میخوام بپرسم از دخترت، از دوستات که شنیدی. مثلا دوستت میاد میگه آخ چه پسر دیدم کیش انقدر بود حال کرد، یا میگه فاک چه تخمی بود دردم گرفت. It's not enjoyable. یعنی همه اون دخترها مثلا 20 دختر همه اینا رو کانفرم کردن. مثلا برعکسه که دودشون کوچولو خیالتون راحت باشه. بگاچی یه دخترم بود میگفت آقا ما دوله پسر اصلا مهم نیست. چرا؟ چون ما وقتی دوله پسر میبینیم آردی دیگه رو قبول کردیم، نمیتونیم یارو بکشیم پایین بگیم آه مثلا دقیقا کانسپت ما دیگه. دقیقا ما بکشیم پایین بعد مثلا من این دختر دیت میکردم چهار ماه نفهمیدم بودم آقا سیناش علکیه، بعد چهار ماه کشیدیم با این خود گیریم که حرف بزنیم دیگه. میخواسته سو کنم یارو رو. دروغ. وقتی که ما میریم یه جایی و یه خود یارو کار بد میکنه، داد و بیداد و انتقاد و اینور و اونور بشینیم همه میگیم که این کار بد کرد، ولی صدها نفر دور و برمون کار خوبی میکنن نگاه میکنه ما اینجوری به تمام میشه. اگر اونهایی که کار خوب میکنن ازشون تقدیر بکنیم، تشویق بکنیم، باعث تکثیر خوبی ها میشه. تکثیر در لغت عربی است، ولی به معنای زیاد شدن. خوبی ها زیاد میشه. تو وقتی یه آدم خوب رو تشویق میکنی به خاطر یه کاری که کرده، حالا اگه یه نفر بعدی هم یه روز کارش که میفته به سراغ این یا به یاد اون تشویق باز سعی میکنه کار رو خوب انجام بده و این باعث میشه خوبی ها زیاد بشه، خوبی ها پخش میشه. آدم باید از خودش شروع بکنه تا به دیگران برسه. آقا اگه بیای خونه، خب این روشن فکری ها و این داستان ها رو بذاریم کنار، بیای خونه بعد میری در اتاق بچت، یه دختر داری یه پسر، بعد خلاصه خب مطمئنا شما اوکی با دوست دختر داشتن و دوست پسر داشتنش، اینو از تو اصلا سوال نمیپرسم، ولی در اتاق رو باز کنی ببینی این دوتا رو همن، چی کار میکنی؟ برادر خواهره؟ آره. سوال بعد عجیب بود نه؟ نه چون من خودم یه موقع که یه سالش بود به النا گفتم که النا چون که پاشا در واقع بابای بیولوژیکالش یه نفر دیگه است، اینا اوکی با هم مثلا کاری انجام بدن. بعد النا میگفت اصلا چرا همچین فکر احمقانه تو مغزت میاد؟ چه مغزی داری تو؟ گفتم خب برام جالب بود چون هر کس آدمی نیستش که بچهش داشته باشه، تو تا بچهش باشه یکیش مال خودش نباشه، چون من واقعا پاشه مال منه ولی مال من بیولوژیکلی نیست، ولی بغیر از اون همه جوره مال منه. بخاطر همین سواله مثلا خنده دار بود، مثلا این سواله رو خودم از خودم چهار سال پیش پرسیدم. اصلا عجیب نبود، برام جالب بود که مغز مریضم فقط تنها نیستم. نه خب مثلا عکس العملت چه؟ در رو باز کردی چیکار میکنی؟ فوش میدم به پاشا دیگه، میگم خاک بر سرت کن، این همه دختر چسیدی به خاره. چیز جالب بود اینو، من از چند نفر پرسیدم و همه مثلا حالا یا میگفتن فوش یا دوتا رو فلان میکنم میزنم کتک فلان اینجوری، ولی بالترین عکس العملی که شنیدم یه رفیق بهم خیلی باحاله، بعد این بهم گفت خب یاد میگیرم اول در بزنم بیشور، تو چرا نباید در بزنی میری تو اتاق بچت؟ چرا داری یه کار دیگه میکنه؟ ترید بد فیزیکال و اخلاقی توی پسر چی جذاب؟ ترید بد فیزیکال، هر هیکلی برای صاحبش اوکیه که داره، ولی صرفا تکون بده خودشو، یعنی مثلا چه میدونم چه میکنی برازیه رو؟
ببخشی من گوش نمیدونم بحث چی بود؟ من دقیقا تو دنیای خودم بودم. ولی صرفا تکون بده خودشو، یعنی مثلا چه میدونم یه شب با هم رفته بودیم توی یه مهمونی، وقتی ما خواستیم بلنشیم من و یک دیگه از دوستا گفتیم ما ماشین نداریم، این گفت خب من شما رو میرسونم. آمدیم از کوچه اومدیم سر خیابون که ماشین توی اون پارک کرده بود، دیدیم یه ماشینی داره به یه ماشینی و یه آقای هم اونجا هست. این رفت یه جا آقا چیکار کردی زدی به ماشینم؟ آقا ببخشید والا من یک ساعت زدم، وای وایسادم که صاحب ماشین پیدا شه بهش بگم من زدم، خسارت چه بدم؟ گفت خود چجوری خسارت به من بدی؟ آقا ببین خیلی داغون کردی. میگه خلاصه اینور اونور و بحث و اینا چونمونه، بالاخره یه پولی ازش گفت اینقدر با هم توافق شدن یا دو پول داد رفت. ما هم گفتیم حیف شد ماشین داریم نداره، حالا درستش میکنه دیگه از حرفا. بابا بیایید بریم. من کجا بیاد بریم؟ گفت بگم بیاید بریم دیگه. گفت من نمیخوای سوار ماشین بشیم. گفت ماشین من نیست بابا، ماشین من اون بالاست. یعنی چی ماشین تو نبود؟ گفت نه. تو اصلا کارا چی بود کردی؟ گفت پولا رو گرفتم دیگه. حالا آدمش اصلا نیاز به پول نداره ها. خیلی خوبه که زاد خرابه. بابا خیلی بامزه است. اینجا خیلی بابی داستان. یا هر عروسی که میرفت شیک میکرد میرفت یه کارت هم واقعش آماده میبرد میرفت میگشت تو گلاب، بهترین دست رو سبد گل پیدا میشد کارت طرف هم داشت کارت خوش میداشت روش. یعنی فکر کنم یه آدم و آدم رو بدرخ کردی با این داستان. از این همه این کار رو میکنم من که دیگه میکنم. یکی خیلی سوالش با مزه بود الان زده بود چرا وکیل اکثرا مادر جنده؟ ببین من اینو جواب میدم، چون اگه مادر جنده نباشی نمیتونی وکیل شی. وکیل کارش چیه؟ وکیل کارش اینه که بره بین سری آدم وحشی و گرگ پوینت ها رو ببینه، دعوا کنه و پوینت یه نفری که بازنده است رو برنده کنه. تو میخوای یه آدم پپه این کارو واسات بکنه در دادش من؟ تو میخوای کسکش ترین و قوی ترین آدم بشه. هر کسی تو زندگی منو دیده اینم وکیل جلوتون نشسته داره به تو الان کانفرم میکنه، هر کسی نه 99% هر کسی که تو زندگی منو دیده با من یه رفت زده گفته تو وکیلی؟ بعد چند تا گفته چرا تو وکیل نمیشی؟ ارو مادر زندگی من فهمیده که من با وکیل بشم دیگه، ارو چی گفته؟ چون دیده حاضر جوابم هی کسچه دارم میگن گفته خب این وکیل شد دیگه، این حرام داده است. این به نظر من چون وکیل ها باید اگه وکیلت کسکشیست نرو طرفش داداش، اینجوری بهش فکر کن. آقا جدیدن یه چیزی تو ایران مد شده خب که حالا من نه مخالفم باش نه موافقم باش، خیلی آدما مامان بابا آزاداندیش شدن و احساس میکنم دیگه یکم ان داستان داره در میاد. مثلا این که مامانه به بچهش میگه که عزیزم با هم بریم دختر بازی کنیم واسط، متوجه میشی؟ البته یکم آزادی پسرها رو زیاد داده. حالا من یه سوال میپرسم از آدما، اصلا میپرسم این دو سه تا سوالو، اگه بچت بخواد بگه من میخوام همجنسگرا بشم عکس العمل چیه؟ به تخمه. یعنی عکس العمل اصلا هیچ فرق برات نمیکنه؟ نه همیشه میگم امیدوارم موموکو هم جنس کرشه که جفت بچه هم دختر بیارن خونه. خوشم من ایده تو دوست داشتم، گفت چهار تا سینه بهتر از دوتا است. از دلایلی که پسرا فیلم پونه زنا رو نگاه میکنن چیز. حالا یه سوال دیگه خب از این بحثه، این خیلی مثلا من دیدم بگم شاید این شورت اصلا بشه یه تیکه. پاشا که بچه بود من همه لباسای صورتی تنش میکردم، کفشای صورتی، نمیدونم گل میزدم به سرش، موهاشو دومسبی میکردم. اینجا یه چیزی هست خیلی معروفه، مثلا آدمایی که با شعورن اینو میگفتن ولی به نظر من بی شعورن، میگفتن که من بچه‌مو استریت بزرگ میکنم، یعنی گی نباشه استریت بزرگ میکنم، ولی اگه بزرگ شد گی شد تصمیم خودشه. یعنی من لباس بچه‌مو آبی می‌خرم مثلا، نمیدونم براش باربی نمیگیرم فلان بسار نمیذارم با دختره بازی کنه، ولی دیگه اگه خودش بزرگ شد گفت من گیم و این کارو خاص می‌کنه مال خودش باشه. و هر کی به من میدید میگفتش که چرا تن پاشو صورتی می‌کنی، میگفتم من دارم بچه‌مو گی بزرگ می‌کنم، اگه بزرگ شد مستقیم بود دیگه مال خودشه. این داستان فک بودی که گفتم، یه داستان دیگه هم یادم اومد بعد تعریف کنم خنده داره. رفتیم یه ماشین بخریم، بعد فکر کنم اصلا نمیدونم کدوم ماشین، بعد من چون حوصله ندارم هوا گرمه رفتم بیرون واسه بودم بلن گفتم که همه پیپر ورک رو الانا انجام بده.
تو همه چی رو بنده خدا همش آره. معلومه این کارا رو ولی آخه اون مثلا گرمش نمیشه، اون مثلا میشه تو لاغره، من چون چاقا آره. میرم بیرون فاکین گرم تو اون میشه گرم میشه میرم بیرون خنک گفتم همه چی. بعد ولی قسمت پولو از چک منو داده بودم که از حساب من در بیاد بیرون. بعد چون که این اتفاق میفته یه دونه کاغذ دیگر رو من بعد حالا بالاخره برفتم تو یک سفر پر کنم که چرا من میخوام پول این پتیار رو بدم. بعد گفتم که خیلی خوب دیگه، رفتم اونجا نوشتم اصلا سوئل و اقتصادی، بعد زده ریلیشنشیپ نسبت به طرفی که داره ماشین رو میخره، بعد نوشتم فاک بادی میکنه این کارو با نه نوشتم چون دکترم که میرم مثلا نوشتم سیکس میرویستم یس اوکی یس پلیز. بعد توی چیزم زنم فاک بادی و امضا کردم و دارم دست یارو هم که دیگه نمیخون دیگه دارم گوشی اونا فرستاد بانک. بعد فرفتیم ماشین رو پیکاپ بکنیم، یارو من منجر چیز من گفتش که چون یه ایرانی بود اون گفتش که صبح 10 تا گاییدن. گفتم چرا؟ گفتش که صبح بانک زنگ زدن که ما اینو نمیتونیم اپروو کنیم، چیز قانونی دولتی فاک بادی یعنی چی. بعد میگه منم با یارو بحث کردم که این کسی که ماشین رو خریده گرونترین ماشین لاتو خریده، من نمیخوام این اتفاقو بهش بدم که بگه خب امضا نمیکنم خب. بعد کانترکت از من میره، جون مادرت کون نده دیگه. گفت واسه این تو فکر میکنم اولین آدمی هستی که چیز فاک بادی رو توی داکیومنت دولتی داری تو واقعا این کارا رو میکنه، واقعا هستی همچین آدمی.